چرا به ورزشکار کشتیگیر پهلوان میگن ولی کمتر به مثلا زدی به تکال کنگیست و فوتبالیست میگن پهلوان؟ بله، زدی به تکال. یه پیرزنی توی زیارتگاهی داشت گریه میکرد، متوسل به خدا شد که پسرش فردا برنده بشه. پوریا ازش سوال میکنه خانم شما چی میخوای از خدا؟ گفت والا جریان اینه اینه اینه. گفت اون آقایی که بخواد با پسر شما کشتی بگیره یا خودشه. اون پدر مثل تو مادر نداره. گفت چرا داره، ولی اون دولتمند و پسر من کلفتمند. چون ما به پشتیبانی همین پسرم که پهلوانه هفت سر آیله رو اداره میکنیم، اگه زمین بخوره نون هفت سر آیله قطع میشه. آره آره. پوریا آمد و با من تو قول شرف میدم پسر تو فردا برنده میشه. در همین بین صدای الله اکبر بلند میشه تو اون زیارتگاه. گفت نگاه کن صدای الله، این ندای حقه. تایید کرد. آره، به اون پیرزنه گفت. فردای اون روز شد و دیدیم که بله این حریف رو گرفت آورد چنگ گرفت بالا و وقت بره بزنه پیرزنه فریاد زد تو به من قول دادی، تو با شناخت گفت تو به من قول. اینه گذاشت پایین و گفت دست یک سرزیر بغل به من بزن، من رو بلند کن و بزن اما محکم نزن، من به مادرت قول دادم. این هم این کار کرد و بهش اعتراض کردن که آقا تو چطور از دست این آوردی طرف رو رو سر نزدی چنه چنون. گفت پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بعد گفت گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به نکبت برسی پس نگردی مرد. مردی آن نیست که افتاده رو پای زدن، گر دست فتاده رو بگیری مردی. من چه گفتم؟ من یه چیزی هم پشت سر این گفتم، قدی که در خدمت مردم علم شود بهتر که در برابر محراب خم شود. من اینو گفتم. این شعره؟ این شعره مال خودم. آقای میشه یه دور دیگه لطف کنیم؟ قدی که در خدمت مردم علم شود بهتر که در برابر محراب خم شود.